به نام خدا. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدید. خبردار شدن از آینده و اطلاع از امور غیبی و پنهان در جهان همونقدر که جذاب و هیجان انگیزه همونقدر میتونه خطرناک باشه. معمولا انسان دنبال چیزایی میره که بقیه ندارن و یا ازش خبر ندارن تا به این وسیله گویه سبقت رو از بقیه بگیره. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف مراجعه به کاهن و پیشگوست. حتی ممکنه برخی برای پیدا کردن شخص یا شیء گم شده مورد علاقه شون به دعا نویس و رمال که اونا هم جز همین دسته کاهنین محسوب میشن بره. قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و چنل مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. داشتم محتوای چندین کانالی که مخاطبین زیادی هم دارن رو بررسی میکردم تا تحلیل درستی به دست بیارم از اینکه مردم به چه سمت و سوی گرایش دارن و به چه محتوای علاقه نشون میدن. با نکات عجیب و قابل تأملی مواجه شدم که بخشی از اون مربوط به حس کنجکاوی میشه و متاسفانه بخشی هم ریشه در عقاید ضعیف داره. اگه یادتون باشه تو ویدیوی آثار موسیقی به چگونگی تسلط حکومت‌ها و سلاطین جبار جهان بر مردم دنیا اشاره کردم و گفتم که چطور با استعمار و استثمار اقدام به چپاول اونها میکنن. تو این ویدیو میخوام روی دیگه سکه رو براتون آشکار کنم. احتمالاً شما هم کلیپ‌هایی با عناوین به ظاهر مهیج مثل آخرین پیشگویی، جدیدترین پیشگویی، اتفاقات عجیب دنیا در سال 2021 و اسامی مشابه اینها رو تو فضای مجازی خصوصاً تو یوتیوب دیدین. تا حالا از خودتون پرسیدین هدف از انتشار این کلیپ‌ها چیه؟ پشت پرده این ویدیوها چه تفکری هست؟ پاسخ این سوال رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. یکی منتشر کنندگان که خب همونطور که تو کلیپ حقیقت جن اشاره کردم معلومه برای کسب درآمد اقدام به نشر این کلیپ ها میکنن و اگه کمی بی انصاف و بی وجدان باشن هر چرندیاتی رو به خورد مخاطب میدن. دوم تولید کنندگان این اندیشه هستن که اهداف بزرگتر و پیچیده تری دارن. مثلا تو ویدیو پروتکل های یهود اشاره کردم که یکی از اهداف صهیونیسم جهانی کم کردن جمعیت جهانه. خب یک پیشگوی یهودی رو استخدام میکنن تا بیاد بگه مثلا در سال 2020 یک بیماری فراگیر دنیا رو مبتلا میکنه. قبلش طرح ایجاد ویروس کرونا رو برنامه‌ریزی میکنن و وقتی به اصطلاح کاهن و پیشگو این رو مطرح میکنه و مثلا 3 ماه بعد اتفاق میفته همه هیجان زده میشن که مثلا دیدی فلان پیشگو اتفاقات سال 2020 رو درست پیش بینی کرد. حالا دیگه ذهن‌ها آماده پذیرش چرندیات بعدیه. این یکی از راه‌های تسلط بر مردم جهانه. با فریب و دغل‌کاری توطئه‌ای رو که از قبل چیدن رو از زبان یک پیشگوی خودساخته مطرح می‌کنن و بعد وقتی این کار رو انجام دادن به مردم طوری القا میشه که فلان پیشگو حرفاش ردخور نداره و به این وسیله آبرو و اعتباری برای اون پیشگو کسب می‌کنن تا بتونن تو برنامه‌ها و اهداف بعدیشون به عنوان یک ابزار رسانه‌ای از او استفاده کنن. اما با این همه بریم ببینیم آیا پیشگویی و کهانت منبع شرعی هم داره یا نه و اگه داره آیا میشه به پیشگو، رمال، دعا نویس و امثال اینها مراجعه کرد یا نه. کهانت و پیشگویی 3 ریشه و سرچشمه داره. 1. هوش و ذکاوت کاهن. معمولا پیشگوها آدمهای باهوش و زرنگ و تیزبینی هستند. از قرائن و شواهد میتونن آینده افراد رو تا حدودی حدس بزنن. همونطور که سیاستمداران کهنه‌کار و حرفه‌ای با ملاحظه آثار و نشانه‌ها و حوادث و قرائن آینده سیاسی یک کشور رو حدس میزنن و بعضن تحلیل اونها درست در میاد. 2. ارتباط با شیاطین و اجنه. برخی از اینها مدعیان که با جنیان و شیاطین ارتباط دارن و خبرها رو از اونها میگیرن. قرآن در این باره میفرماید و شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا میکنند. درسته که ارتباط با اجنه از نظر عقلی امکان پذیره، اما اینکه اینها در این ادعا چقدر صادقن بحث دیگریه و الزاما کسی که پیشگویی میکنه به فرض که پیشگویی درستی هم میکنه به معنای خوب بودن اون شخص نیست. نمونه بارزش مرتضان هندی هستن که با ریاضت های غیر شرعی قدرت های عجیبی پیدا میکنن. 3. کذب و دروغ.
در بسیاری از موارد نه قراهن و شواهد کمکی به پیشگوها میکنه و نه ارتباطی با اجن و شیاطین حاصل میشه، بلکه پیشگویی اونها حدس و گمان بی‌پایه‌ای بیش نیست و گذشت زمان هم کوس رسوایی اونها رو به صدا در میاره. اما این افراد که سرمایه زندگی اونها دروغه و با این سرمایه کسب درآمد میکنن، پس از افشای دروغهاشون ساکت نمینشینن، بلکه به ناچار دست به توجیه دروغهای خودشون میزنن، مثل اینکه میگه اطلاعات شما ناقص بوده و یا طبق دستورالعملی که دادم عمل نکردید و از این قبیل توجیهات نادرست. اسلام عزیز نه تنها پیشگویی و اخبار از آینده رو نامشروع میدونه، بلکه هر گونه خبر پنهانی و غیبی رو تحریم کرده. بنابراین کسانی که به نزد جادوگران میرن یا از طریق هیپنوتیزم و خواب مغناطیسی خبر از آینده میدن یا اطلاعات پنهانی افراد رو کشف میکنن یا از طریق رمل و استرولاب و حساب اعداد به این منظور میرسن و یا بدین منظور با روح افراد یا اجن ارتباط برقرار میکنن، همه این امور برای انجام دهنده و مراجعه کننده حرامه و این نظر همه مراجع محترم تقلیده و جای هیچ شک و شبهه‌ای نداره، که در ادامه به دو روایت در این زمینه اشاره میکنم. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که کهانت و پیشگویی کند و یا نزد پیشگو برود، از آیین اسلام براءت و بیزاری جسته. امام صادق سلام الله علیه نیز به نقل از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که به سراغ جادوگر یا پیشگو یا آدم‌های دروغگویی که از آینده خبر می‌دهند برود و گفتار آنها را تصدیق کند، نسبت به قرآن مجید کفر ورزیده است. طبق روایاتی که اشاره کردم، کسایی که برای یافتن گمشده خودشون به سراغ افرادی میرن که سر کتاب باز می‌کنن، مرتکب گناه بزرگی میشن، چرا که اگر این باب گشوده بشه مفاسد بسیاری به دنبال داره. مثلا پیشگو میگه یکی از بستگانت مرتکب سرقت شده، این شخص به تمام بستگانش بدبین میشه و هر یک از اونها رو که میبینه تصور میکنه دزد همونه و هنگامی که بر اثر سوء زن اعتماد از میان مردم رخت بر ببنده، زندگی اجتماعی بسیار مشکل میشه. حتی کسایی که برای کشف امور پنهانی سراغ هیپنوتیزم و خواب مصنوعی میرن، مرتکب کار خلاف و گناه بزرگی میشن. البته هیپنوتیزم برای درمان بیماری ها اشکالی نداره، مثل اینکه بیماران مبتلا به افسردگی یا کسانی که حساسیت فوق العاده ای دارن یا احساس شدید گناه میکنن رو با هیپنوتیزم درمان میکنن، این کار اشکالی نداره و حتی گاهی برخی از بیماران رو به هنگام جراحی هیپنوتیزم میکنن تا از داروی بی‌حسی استفاده نشه، این کار هم اشکالی نداره. اما اگر کسی رو خواب کنن تا اطلاعاتی از او بگیرن و اسرار و اخبار پنهانی مردم رو کشف کنن، کار حرامیه. نتیجه این که اصل کهانت از نظر شریعت مقدس اسلام از گناهان شمرده شده و خداوند به مسلمان اجازه پیشگویی نداده، همونطور که به اونها اجازه نداده به نزد پیشگویان برن. این پیشگویی ها به طرق مختلفی انجام میشه که یکی از اونها علم نجوم یا ستاره شناسیه. حضرت علی سلام الله علیه میفرماید ای مردم، از فرا گرفتن علم ستاره شناسی برای پیشگویی های دروغین بپرهیزید، مگر آن مقدار از علم نجوم که در دریا نوردی و صحرا نوردی به آن نیاز دارید، چون ستاره شناسی شما را به غیبگویی و غیبگویی به جادوگری میکشاند و ستاره شناس مانند غیبگو و غیبگو مانند جادوگر و جادوگر مانند کافر و کافر در آتش جهنم است. امیدوارم با تقویت ایمان و افزایش معرفت نسبت به خداوند از مراجعه به این اشخاص به دور باشیم و چنین کلیپ هایی رو دنبال نکنیم، چون به نوعی ما هم در ترویج اونها سهیم خواهیم بود و گناه اون برگردن ما هم خواهد بود. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. در پایان کلیپ هایی به شما نمایش داده میشه که یا در ارتباط با این ویدیو هستن یا میتونه برای شما مفید باشه. تا ویدیو بعد و برنامه بعد، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.